دارکل، بمب خبری که ناگهان ناپدید شد. سلام، به چنل راوی کاور خوش اومدید. امروز میخوایم درباره یک شخصیت مرموز و جنجالی صحبت کنیم که به طرز عجیبی از بازی جی تی ای 3 حذف شد. اسمش دارکل بود و داستانش پر از رمز و رازهای ترسناک و هیجان انگیز. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. احتمالاً تا حالا اسم دارکل به گوشتون نخورده و از گروه بزرگ جنایتکاران دارکل چیزی نمیدون. حتی اگه بازی جی تی ای 3 رو هم 100% کرده باشی، باز هم چیزی درباره دارکل نمیدون. چرا؟ چون دارکل به دلایل وحشتناکی که در ادامه ویدیو بهتون میگم از بازی حذف شده. بله، درست شنیدید، حذف شده. دارکل یک شخصیت طراحی شده در بازی جی تی ای 3 بود. اون از بین بیخانمانهای بازی افرادی رو انتخاب کرده و یک گروه جنایتکار تشکیل میده. هدف این گروه نابود کردن اقتصاد شهر بود، اما روش‌هایی که دارکل برای این کار انتخاب کرده بود باعث نابودی خودش شد. یعنی چی؟ در 5 مرحله‌ای که قرار بود دارکل وجود داشته باشه، شما جنایت‌های وحشتناکی مثل آتش زدن اتوبوس دانش آموزان و کارهای وحشتناک دیگه که قابل گفتن نیست رو مشاهده می‌کردید. اما زمانی که بازی منتشر شد، خبری از این مراحل نبود. راکستار هم گفت که دلیل حذفش همین خشونت‌ها بوده. اما ما دلیل اصلی رو یک چیز دیگه میدونیم. زمانی که حادثه برج دوقلو در آمریکا اتفاق افتاد، دقیقاً زمانی بود که بازی جی تی ای 3 قرار بود منتشر بشه. اما به دلیل جو حاکم بر رسانه‌ها، راکستار تصمیم به حذف این شخصیت گرفت. حالا اینکه دارکل چه اتفاقایی براش میفته و این اتفاقها چه ربطی با حادثه برج دوقلو داشته، هیچ وقت مشخص نشد. اگه از این موضوعات خوشتون میاد، حتما کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید و نظرتون رو درباره موضوع بعدی که قرار ساخته بشه بگید. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.